40 سال از مأموریت ژنرال آمریکایی در انقلاب ایران گذشت. ژنرال هایزر که بود و در ایران چه کرد؟ گستره وسیع مصادره اموال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران چه باعث شد حساب و کتاب این مصادره ها از دست در برود؟ و نگاهی به ترانه سرودهای انقلاب 57. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. 14 بهمن 40 سال پیش، دو روز پس از ورود آیت الله خمینی به ایران، رابرت هایزر، ژنرال 4 ستاره آمریکایی ایران را ترک کرد. او به دستور رئیس جمهوری وقت آمریکا جیمی کارتر به ایران آمده بود و سفرش محل اختلاف‌های زیادی بوده. یکی از بحث برانگیزترین شخصیت‌هایی که هواداران آیت الله خمینی معتقدند آمده بود تا علیه انقلاب کودتا کند. هواداران نظام پهلوی در ایران اما از خیانت هایزر به شاه میگویند، از تلاش‌های او و دولت کارتر برای حمایت از انقلاب در ایران. حالا اسناد تازه از طبقه بندی خارج شده دولت آمریکا واقعیت را روشن کرده. مأموریت هایزر واقعاً چه بود؟ جزئیات بیشتر از کامبیز فتاحی. ژنرال هایزر که فرستاده آمریکا بود، که آمد ایران برای اینکه شاید بتوانه یه جوری نجات بده، از دست انقلاب رژیم رو نجات بده و حفظ بکنه، ژنرال آمریکایی دستور قتل عام هموطنان را به ارتش بود ایرانی میدهد و او عمل میکنه. Hello, I'm General Hizer. آیت الله خامنه ای درباره این مرد صحبت میکند. ژنرال هایزر، فرستاده نظامی کارتر به ایران در آخرین روزهای حکومت پهلوی، مردی که بنابر تاریخ رسمی جمهوری اسلامی به ایران آمد که کودتا کند، ولی در برابر موج انقلاب شکست خورد و رفت. هواداران شاه اما سال هاست که ژنرال هایزر را به خونسا کردن برنامه کودتای ارتش متهم کردند. اینکه به عقیده آنها مأموریت 4 هفته‌ای هایزر فلج کردن ارتش و کمک به پیروزی آیت الله خمینی بوده. بعد از 40 سال ابهام و اتهام و روایت‌های متناقض، حالا گزارش‌های فوق سری ژنرال هایزر برای اولین بار از صندوقچه اسرار دولت آمریکا بیرون آمده. اسنادی که نشان می‌دهد فرستاده کارتر حداقل در 2 مقطع حساس انقلاب از کودتای احتمالی ارتش جلوگیری کرده. یکی در زمان خروج شاه از ایران و دیگری در آستانه بازگشت آیت الله خمینی به کشور. 2 سناریویی که فرماندهان ارتش شاهنشاهی به شدت با آن مخالف بودند. گزارش های ژنرال هایزر فقط به رؤیت عده کوچکی از دستیاران کارتر و شخص رئیس جمهوری آمریکا می رسیده. بنابراین اسناد، ژنرال آمریکایی در تهران ساعتها با سران ارتش ایران کلنجار میره تا فکر سرنگون کردن دولت بختیار رو از سرشون بیرون بیارن و از مخالفتشون با رفتن شاه از کشور دست بردارند. سرسخت‌ترین فرمانده ارتش بنابر اسناد هایزر سپهبد امیر حسین ربیعی، فرمانده نیروی هوایی بوده که تا لحظه آخر در برابر برنامه سفر شاه مقاومت می‌کند. بنابر یک سند، هایزر فقط در 1 روز 10 ساعت با سپهبد ربیعی صحبت کرده تا قدری موضعش را نرم کند. 3 روز پیش از خروج شاه از کشور، وزیر دفاع آمریکا در پی صحبت تلفنی با هایزر به کارتر گزارش می‌دهد. هایزر 3 ساعت با ربیعی دیدار کرد. ربیعی دوباره خواهان کودتا شد و گفت ارتش باید بعد از رفتن شاه قدرت را در دست بگیرد، در غیر این صورت به سرعت فرو خواهد پاشید. هایزر محکم بر سر موضعش ایستاد که ارتش باید به بختیار فرصت تشکیل یک دولت مؤثر و برقراری نظم در کشور را بدهد. گزارش دیگر به کارتر 2 روز قبل از بازگشت آیت الله خمینی به ایران. هایزر معتقد است که اگر او در زمان خروج شاه از کشور در تهران نبود، احتمال داشت یک کودتای نظامی اتفاق بیفتد. آنها حتی ساعت تعیین شده برای کودتا را به او داده بودند. هایزر دستور داشت که از کودتا جلوگیری کنه، اینکه ژنرال ها رو بعد از رفتن شاه کنترل کنه. هرچند یک استثناء وجود داشت، اینکه اگه به نظر می رسید حزب توده و کمونیست ها در آستانه قدرت گرفتن هستند، اون باید عقب می ایستاد
و میذاشت ژنرال‌ها دست به کودتا بزنند. اما توی دستورای هایزر چیزی درباره جلوگیری از به قدرت رسیدن اسلام‌گیرها نبود. واقعیت اینه که مقام‌های وقت دولت آمریکا از اسلام سیاسی و اینکه خمینی که بود یا چه می‌خواست درکی نداشتند. هنوز شاه ایران را ترک نکرده بود که آمریکا سران ارتش را به مذاکره با اردوی آیت الله خمینی تشویق می‌کند. دیدار با محمد بهشتی و مهدی بازرگان که سفارت آمریکا در تهران با آنها در تماس بوده. ژنرال هایزر هم پشت صحنه سران ارتش را به حاضر شدن در پای میز مذاکره ترغیب می‌کرده. گزارش دیگر وزیر دفاع به کارتر در آستانه رفتن شاه. دیدار سران ارتش و رهبران دینی هنوز انجام نشده. هایزر تلاش خواهد کرد که تدارکات دیدار را تسریع کند. من به هایزر درباره تلاش‌های خودمان از طریق دولت فرانسه و یکی از نزدیکان خمینی برای تشویق او به تسهیل چنین دیداری گفتم. چالش بزرگتر اما آماده کردن فرماندهان ارتش برای موافقت با بازگشت بدون خونریزی آیت الله خمینی به کشور بوده. اسناد حکایت از آن دارد که فرستاده رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از واکنش تند سران ارتش خط مشی تشویق نرم و محتاطانه را در پیش می‌گیرد. گزارش دیگر به کارتر در دوم بهمن 57. هایزر گفت که فعلا درباره مصالحه با خمینی و حمایت ما از آن یک خط مشی مستقیم را با فرماندهان ارتش در پیش نمی‌گیرد، بلکه می‌خواهد بازگشت خمینی به کشور را برای آنها حداقل به یک رخداد قابل تصور تبدیل کند. موضع او این خواهد بود که باید از اقدامات بختیار حمایت کنند. در نهایت این شاپور بختیار بود که تحت فشارهای داخلی شدید فرودگاه‌ها را باز کرد و آیت الله خمینی به ایران بازگشت، در حالی که بنابر اسناد آمریکا بنیانگذار جمهوری اسلامی وعده‌های محرمانه زیادی به دولت کارتر داده بود، اینکه در آینده شیرهای نفت را به روی غرب نخواهد بست، به منطقه انقلابی صادر نخواهد کرد و با آمریکا رابطه‌ای دوستانه خواهد داشت. ترسیم تصویری از یک حکومت اسلامی ضد کمونیست و متمایل به غرب که واشنگتن آن را به بروز جنگ داخلی یا یک کودتای خونین در ایران ترجیح می‌داد. کاری که هایزر در نهایت انجام داد این بود که ژنرال‌ها را خنسا کرد، اما این کار به طور غیر عمدی انجام شد. او واقعا نمیتونست درک کنه که چرا ژنرال‌ها اینقدر درباره برگشتن خمینی به کشور نگران بودن. اونا حقیقتاً از جون خودشون میترسیدن. فکر میکردن که یک حمام خون به راه خواهد افتاد و افسران ارشد اول از همه کشته خواهند شد. روزی که فرماندهان ارتش اعلان بیطرفی کردند و انقلاب پیروز شد، فرستاده نظامی رئیس جمهوری آمریکا دیگر در ایران نبود. هایزر به قرارگاهش در آلمان بازگشته بود. بنابر اسناد موجود، از جمله آخرین توصیه‌های فرستاده کارتر به سپهبد ربیعی و سایر سران ارتش که در ایران ماندند و خیلی سریع محاکمه و اعدام شدند این بود: اگر مردم خواستند تهران را هم به آتش بکشند و نابود کنند، بگذارید این کار را انجام بدهند. کامبیز فتاحی، بی بی سی، واشنگتن. مصادره اموال که بعد از انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد گستره وسیع دارد، از توقیف اموال خانواده پهلوی و نزدیکان آنها تا مصادره و تصاحب اموال و املاک کارخانه‌دارها و کارآفرینان. خلأ به وجود آمده در اوایل انقلاب و رواج نگاه چپ و ضد سرمایه‌داری در بین گروهی از انقلابیون باعث شد حساب و کتاب این مصادره ها از دست در برود. نعیمه نامجو در گزارشی نگاهی کرده به بستری که انقلاب و فرمان آیت الله خمینی برای تصاحب اموال به دست داد و سرانجام اموالی که مصادره شد. انقلابیون جوان با اسلحه هایشان در کاخ شمس پهلوی، خواهر شاه سابق ایران، می گفتند این کاخ به دولت جدید تعلق دارد و آنها محافظانش هستند. صحنه ای آشنا در نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. کاخ ها و محل سکونت خانواده پهلوی تصرف می شد و در مواردی اشیای گران قیمت به سرقت می رفت. اداره این ساختمان ها هم در روزهای اول به دست بعضی روحانیون و آنها که در انقلاب شرکت داشتند افتاد. تنها چند هفته بعد از پیروزی انقلاب در اسفند 57 آیت الله خمینی فرمانی خطاب به شورای انقلاب صادر کرد و به این شورا مأموریت داد تمام اموال خانواده پهلوی را به نفع فقرا، کارگران و کارمندان ضعیف مصادره کند.
فرمان آیت الله خمینی قطعا عامل اصلی در واقع عامل اجراییش بود، ولی بستر تاریخیش همونطوری که اشاره فرمودید فضای چپی بود که در اون زمان در ایران حاکم بود و فضایی که در واقع الگوی اقتصادیش، الگوی اون زمان ورشکسته اقتصاد دولت زده از نوع شوروی بود. با اینکه اون الگو در حال ورشکستگی بود، رهبران ایران و چپ ایران در واقع تمام تلاشش این بود که اون الگو رو در ایران پیاده بکنه. فرمانی که زمینه تشکیل سازمانی که امروز به بنیاد مستضعفان معروف است را فراهم کرد. کار به مصادره اموال خانواده پهلوی خلاصه نشد. کمیته ها و گروه های مسلح در شهرهای مختلف ایران قدرت گرفته بودند و هر کدام منطقه تحت کنترلشان را آنطور که می‌خواستند اداره می‌کردند. کمیته های مناطق، کمیته های محلات، کمیته ها تو شهرها، کمیته های انقلاب که تو مسجد ها درست شده بود و معمولا هم یه روحانی مسجدی بالا سرش بود و اتفاقا اسم پاسدار رو هم اونایی که تو کمیته ها بودن از اسم سپاه بعد از اینکه تشکیل شده بود قرض گرفتن، مطابقشون گفتن پاسدارهای کمیته. اونا خیلی جاها، خیلی شهرها، شمال ایران به خصوص می رفتن می گرفتن، یه ختم یه امام جماعت یه مسجدی مثلا می نوشت، می رفتن باغ یکی رو می گرفتن، انبار یکی رو می گرفتن و یه جاهای بی صاحب شده بود، اصلا صاحباش گذشته بودن رفته بودن، ملک طرف، خونه طرف، می رفتن تصرف می کردن، توش می شستن. گزارش های زیادی از ریختن شبانه به خانه افراد منتشر می شد. هنرمند و نظامی سابق و گروه های مختلف در بین کسانی بودند که اموالشان مصادره می شد. قرار بود ضبط اموال بعد از رسیدگی قضایی انجام شود، اما آنچه در عمل در شهرهای مختلف اتفاق افتاد غیر از این بود. موضوعی که گفته می شود حتی نارضایتی بعضی در دولت موقت را هم به همراه داشته. در کنار اینها و در اقدامی سازمانی یافته تر هم قرعه به نام کارآفرینان و سرمایه داران و کارخانه دارها افتاد. صاحبان صنایعی مثل این با کفش ملی به تابستان قدم بگذاری. کفش ملی که میگویند در سالهای منتهی به انقلاب بیش از 330 شعبه در سراسر ایران داشت و بزرگترین تولید و توزیع کننده کفش خاورمیانه بود. مجموعه‌ای که حاصل دو دهه تلاش محمد رحیم ایروانی بود. یا این یکی ایران ناسیونال که محمود خیامی بنیانگذارش بود. او بانک صنعت و معدن و فروشگاه‌های زنجیره کوروش را هم پایه گذاشت. این نام‌ها و بسیاری دیگر که رونق صنعت و کارخانه‌ها در ایران به وجود و حضورشان گره خورده بود، فرصت پیدا نکردند کارشان را پیش ببرند. وقتی ثبات سرمایه وجود نداشت، خروج سرمایه از ایران آغاز شد و مهمتر از خروج سرمایه مالی به گمان من در دراز مدت خروج سرمایه فکری بود. ایران از همون زمان شروع کرد به از دست دادن برخی از بهترین فعالین اقتصادیش. شما اگر نگاه بکنید به کاری که همون نسل که در ایران مصادره شدند و از ایران خارج شدند، چه در آمریکا و چه در اروپا چه توانایی‌های اقتصادی ایجاد کردند، چه انقلاب اقتصادی در واقع ایجاد کردند، اون وقت می‌بینید که بهای این حماقت تاریخی که در اون زمان صورت گرفت برای ایران چه بود. تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع راه کسانی که ایران را در مسیر تبدیل شدن به یک کشور صنعتی قرار داده بودند بیش از پیش بست. قانونی که با شعار نجات صنعت و اقتصاد ایران اجرا شد و در متن آن نام 51 نفر که اموال و داراییشان مصادره شده آمده. در سازمان گسترش من خودم کسایی بودم که واقعا 6 ماه نگذشت در سازمان بودم، در عمل و عینی دیدم که اینا حرف مفته، ما دولت رو بیایم بکنیم سهامدار.
و یا کارخونه دست مردم بگیریم. صنعت احتیاج به بخش خصوصی داره، صنعت احتیاج به رقابت آزاد داره. قبل از ایران هم این تجربه شده بود، در هند شده بود، در چین شده بود، در خود شوروی شده بود. رفت دنبال این که صنایع رو ملی کنه، اقتصاد رو دولتی کنه، بعدم پشت درهای بسته خودکفایی درست کنه، لغتی که تو ایران هم باشه. همه شکست خوردن. ما هم در ایران در دهه 60 هجری شمسی، دهه اول انقلاب، تمام این کارا رو کردن. یعنی بانک ها ملی شد، بیمه ها ملی شد، کارخونه ها ملی شد، اومد تصدی دولت، رقابت افت کرد و با دنیا رفتیم دنبال خودکفایی، همه چی رو خودمون بسازیم، با دنیا هم قطع رابطه شد. چرخ صنعت دیگه با چرخ دنیا نمیچرخه. میلیاردها سرمایه گذاری شد، اما تمام سرمایه گذاری ها بعدن بشکست شدن. فهرست دقیقی از شمار کسانی که در طول سالهای اول انقلاب و حتی بعد از آن اموالشان مصادره شد در دست نیست. اما بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که کنترل این اموال را در دست دارند به سازمانهایی عریض و طویل تبدیل شدند که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شوند. سال 2013 خبرگزاری رویترز گزارشی منتشر کرد با عنوان امپراتوری اقتصادی رهبر ایران که بر پایه اموال مصادره‌ای ساخته شده. آنطور که در این تحقیق هم اشاره شده، تصویر کاملی از درآمدهای ستاد اجرایی فرمان امام در دست نیست. اما رویترز دارایی‌های این ستاد را در آن سال 95 میلیارد دلار تخمین زده بود. گفته شده شواهدی بر اینکه آیت الله خامنه‌ای از دارایی‌های ستاد استفاده شخصی می‌کند وجود ندارد، ولی زیر دست داشتن این حجم ثروت به او قدرتی غیر قابل کنترل می‌دهد. قدرتی اقتصادی که شاید آثارش در نگاه اول در زندگی روزمره رهبر ایران و محل سکونت او دیده نشود، اما به گفته تاریخ نگاران گستره و میزانش به هیچ عنوان با ثروت محمد رضا پهلوی قابل مقایسه نیست. نعیمه نامجو، بی بی سی. سرودها بخشی جدایی ناپذیر از انقلاب ها هستند. قطعه هایی شورانگیز که انقلابیون با شنیدن آن به وجد می آیند. انقلاب ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده. سرودهای زیادی ساخته شد و سبکی جدید در موسیقی ایران به وجود آورد. برخی از این ترانه سرودها در 40 سال گذشته بارها از رادیو و تلویزیون پخش شدند و گروهی دیگر تنها چند بار فرصت شنیده شدن پیدا کردند. سرودهایی که به آینده روشن امید داشتند و از آمدن بهار می گفتند. کاوه مشکات در 40 سالگی انقلاب ایران نگاهی انداخته به برخی از موسیقی های متن سالهای 57 و 58. موسیقی متن این روزها جنس دیگری دارد. سرودهایی پر از هیجان و شور روزهای انقلاب. همه در آن سهمی دارند. از حزب توده و نیروهای ملی مذهبی گرفته تا سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های هوادار آیت الله خمینی. سرودهای انقلابی ترکیب جدیدی بود از موزیک کر، آهنگ‌های چپ آمریکای لاتین و بعدها نوحه ایرانی. وسیله‌ای برای بیان احساسات انقلابیون تازه نفس. این سرود مانند بسیاری از قطعات آن روزها با استفاده از گروه کر ساخته شد. تک شعر انقلابی جهان بخش پازوکی و موسیقی آن از مجتبی میرزاده. ترانه‌های مذهبی نمادهای خودش رو داشت. شعر خیلی تأثیر داشت در اینکه اون ترانه مذهبی باشه یا ملی باشه. به هر حال این در واقع شعر بود که تعیین میکرد اون ترانه رو و هر دو گونه به وجود اومد، خلق شد و توسط مردم خوانده شد. اون زمان مردم همونطور که گفتم تصورات زیبایی برای آینده و جامعه خودشون داشتن، چه چپ چه راست چه ملی.
خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مذهب. فرودگاه مهرآباد 12 بهمن 57. گروه های مذهبی هوادار آیت الله خمینی هم از قدرت گروه کر استفاده کردند. سرودی که برای اولین بار در زمان ورود آیت الله خمینی به ایران در فرودگاه مهرآباد اجرا شد. قطعه‌ای که در شعر آن عناصر پررنگ هواداران حزب جمهوری اسلامی دیده می شود. سرود خمینی امام گرچه در روز ورود حضرت امام اجرای عام شد، ولی در 2-3 هفته قبلش 3-4 هفته قبلش من اون سرود رو ساخته بودم. گروه های چپ در انقلاب 57 بیش از بقیه دست به کار ساختن سرودهای انقلابی بودند. سرودهایی که ریشه در جنبش های چپ آمریکای لاتین داشت. قطعه برپاخیز از جاکن از روی آهنگ خلق متحد سرجیو اورتگای شیلیایی اقتباس شده بود. انقلاب های ما قبل از انقلاب 1357 اثر گذاشته بود روی آهنگ ها، روی سرود ها و چیزهایی که در پس زمینه ذهن هنرمندان بود، موزیسین ها به خصوص آهنگسازا و شاعرها، اینا همه کمک کرد که در واقع این سرودها به وجود بیاد. تو تظاهرات بودن ولی کمونیست‌ها دروغ میگن. با حزب چپ ها سرودهایشان هم دیگر شنیده نشد، به جز بهاران خجسته باد که در 40 سال گذشته بارها و بارها در رادیو تلویزیون ایران پخش شده. دستباد به نظر من بهترین سرودترانه اون زمان بود و بیشتر تو دهنا بود و تو دلها بود و روی زبانها زمزمه می شود. حرف مردم رو داشت می زد و صحبت، یعنی با کسی طرف نبود، با کسی خاصی طرف نبود و مذهبی هم نبود به اون صورت، و چون این حالت رو داشت و به گونه‌ای بود شعر که مردم همه دوست داشتن. سرودی که برای اولین بار روز 29 بهمن 57 در سالگرد اعدام خسروگل سرخی و کرامت الله دانشیان از تلویزیون ایران پخش شد. بهاران خجسته باد کلامش از بهزادی بود، دکتر بهزادی بود که برای پاتریس لومونبا گفته بود و این بخشی از اون شعر بود که توسط کرامت دانشیان در زندان‌های قبل از انقلاب با موسیقی که خودش به هر حال زمزمه می‌کرد به صورت سرود می‌خوندش، ولی هیچ کدوم از ماها اون ملودی که اون می‌خوند رو در یاد نداشتیم. پدرام اکبری و دوستان دیگه که آمدن بعد از، یعنی تو اون بحبوحه ماه دی بود خیال می‌کنم، آمدن پیش من قبل از انقلاب که حتی اون موقع نمی‌دونستیم شعر مال کی هست. بنابراین این شعر به نام کرامت ثبت شد. همون روزم هم من وقت پیدا نشد که چی می‌خونه کرامت، ساختم اون رو و با صدای خودم و چند تا از دوستانم، همسر سابقم و دوستان نزدیک، با یک دستگاه بسیار کوچیک اسباب بازی ضبط کردیم و این حرف زمان بود، امیدی بود که این آدم داشت با این شعر و ما اون رو در واقع تبلیغ کردیم. آرزوهای خودمون بود، یا آرزوی نسلی بود که مبارزه کرده بود که بهاران باشه و خجسته باشه این بهار، ولی هنوز ما به این بهار نرسیدیم. صداهای متفاوتی را در میان صدها سرود انقلابی که در روزهای پرهیجان انقلاب ساخته شد میتوان پیدا کرد. آثاری که فقط در همان روزهای اول بعد از انقلاب از رادیو و تلویزیون ایران پخش شد و پس از آن در آرشیو خاک خورد. گذشت آن زمانی که آن سان گذشت، گذشت آن زمانی که آن سان گذشت. سال 57 و فضای تبالود آن روی موسیقی هم تأثیر خود را گذاشت. هوشنگ ابتهاج رئیس وقت بخش موسیقی رادیو و گروه نوازندگان و خوانندگانی که در رادیو با او کار می‌کردند
پس از واقعه 17 شهریور استعفای دست جمعی دادند. پس از این اتفاق کانون چاوش به مدیریت هوشنگ ابتهاج به راه می افتد. مؤسسه‌ای که یکی از جریان‌های مهم در تاریخ موسیقی ایران است. قطعه شب نورد چاوش فردای 22 بهمن از رادیو ایران پخش شد. قطعه‌ای که در آن هم امید هست هم بیم. فاصله کوتاه سرودهای زیادی تولید شد که بازتاب خواسته های مردم و آرزوهایشان بود. رفتن شب و آمدن روزهایی بهتر. 40 سال بعد بعضی از این سرودها همچنان موسیقی متن این روزهای برخی از ایرانیان است. کاوه مشکات، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.